سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد مرحوم حسین پناهی، بازیگر محبوب و مشهور کشورمون. پس با ما همراه باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید. همچنین با لایکتون از فعالیت ها و کارامون حمایت میکنید. حسین پناهی متولد 6 شهریور 1335 در روستای دشکور، فارغ التحصیل دوره حوزه در مدرسه آیت الله گلپایگانی در قم و دوره دیده 4 ساله بازیگری و نمایشنامه نویسی از مدرسه هنری آناهیتا در تهران. در روستای دشکور از توابع شهر سوق شهرستان کهکیلویه به دنیا آمد. پس از تحصیلات مدرسه به سفارش پدرش سال 51 به مدرسه حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی در قم رفت و پس از پایان تحصیلات و ملبس شدن به محل زندگی خودش بازگشت. پناهی چند ماهی که در کسوت روحانی بود، روزی زنی با یک پرسش به او مراجعه کرد و در مورد نجس شدن روغن محلی حاصل دسترنج چند ماهش توسط فضله موش سوال کرد. پناهی که میدونست کل روغن نجس شده، ولی از اونجایی که آن حاصل خرج 3-4 ماه خانواده زن بود، بهش گفت همان فضله و مقداری از اطراف آن رو در بیاره و دور بریزه و روغن دیگر مشکلی نداره. بعد از این اتفاق او دیگر نتوانست تحمل کند و در سال 54 لباس روحانیت رو درآورد. این اقدام او به طرد چند ساله از خانواده منجر شد. بعد از درآوردن لباس روحانیت در سال 54 به شوشتر رفت و در آن شهر معلم شد. سپس به اهواز رفت و در مشاغل مختلفی کار کرد. در نهایت سال 60 به تهران مهاجرت کرد. او در تهران 4 سال دوره بازیگری و نویسندگی دید. در سال 61 با تئاتر وارد عرصه بازیگری شد و همزمان فیلمنامه نویسی و کارگردانی رو نیز شروع کرد. در سال 63 با سریال محله بهداشت وارد قاب تلویزیون شد. یک سال بعد در سال 64 به استخدام صدا و سیما درآمد. با پخش نمایش دو مرغابی در مه از تلویزیون که علاوه بر نوشتن و کارگردانی خودش نیز در آن بازی می‌کرد، خوش درخشید و با پخش نمایش‌های تلویزیونی دیگرش طرف توجه مخاطبان خاص قرار گرفت. نمایش‌های دو مرغابی در مه و یک گل و بهار که پناهی آنها را نوشته و کارگردانی کرده بود، بنا به درخواست مردم به دفعات از تلویزیون پخش شد. در دهه 60 و اوایل دهه 70 او یکی از نوآورترین نویسندگان و کارگردانان تلویزیون بود. به دلیل فیزیک کودکانه و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی که از رفتارش می‌بارید و طنز تلخش بازیگر نقش‌های خاص بود. اما حسین پناهی بیشتر شاعر بود و این شاعرانگی در ذره ذره جانش نفوذ داشت. حسین پناهی در سال 56 با همسرش شوکت ازدواج کرد. ثمره این ازدواج 2 دختر به نام های لیلا متولد 57 و آنا متولد 59 و یک پسر به نام سینا متولد 1363 می باشد. گرچه بیشتر مردم او رو بازیگر می شناسن، اما حسین پناهی یک شاعر چیره دست بود. اولین مجموعه شعر او با نام من و نازی در سال 76 منتشر شد و تا به حال علاوه بر 16 بار تجدید چاپ به 6 زبان دنیا نیز ترجمه شده. او بعد از مدتی شروع به ضبط آلبوم‌های خود به صورت دکلمه نیز کرد. حسین پناهی در عمر هنری خود در بیش از 80 فیلم و سریال علاوه بر بازیگری، نویسندگی و کارگردانی نیز کرد. با سریال آژانس دوستی در سال 1380 به شهرت رسید. آخرین بازی او در سریال روزگار غریب در سال 1381 بود. جالبه بدونید او بخشی از دیالوگ‌های سریال امام علی رو نوشته و علاوه بر بازیگری مشاور فیلمنامه نویسی بوده. حسین پناهی در نهایت 14 مرداد 83 درگذشت. او در اواخر عمر خود تنها زندگی می‌کرد و بین 4 تا 6 روز بعد از فوت جسد وی در خانه‌اش پیدا شد. پزشکی قانونی علت مرگ رو سکته قلبی میخونه، اما یغما گلروی شاعر و ترانه‌سرا در یادداشتی مرگ او رو خود خوانده و تلویحاً خودکشی عنوان کرد. آنها دختر حسین پناهی در یادداشتی شدید و لن گفته های یغما گلروی رو تکذیب و او رو به دروغگویی متهم کرد، اما گلروی دوباره در یادداشتی گفته های خود رو تکرار و تاکید کرد. پناهی پس از فوت به خواست خود در کنار قبر مادرش در محل زادگاه خود در روستای دشکوه در آغوش خاک آرام گرفت
او قبلا گفته بود به بهشت نمی‌روم اگر مادرم آنجا نباشد. پناهی 2 سال در زمان جنگ تحمیلی در بخش فرهنگی سپاه در کنار افرادی چون آهنگران و شمخانی با نگاه خودش به جنگ فعالیت می‌کرد. او در پایان عمر در مورد نگرشش به زندگی می‌گفت: من نه نان، نه غم و حتی سینما رو هیچ وقت جدی نگرفتم. من برای اتلاف وقت بازی می‌کنم، برای فرار از درک حقایق هولناکی که نمی‌دانم چیست. گویی که همین نان و نام جدی‌ترین ضرورت از این سال به آن سال رفتن‌هایم شده است. آثار کلامی همراه با موسیقی‌های بسیار زیبا و منحصر به فردی از حسین پناهی بر جای مونده که گوش دادن به این آثار بسیار لذت بخش و البته برانگیزاننده روحیه کنجکاوی است. برای نمونه یکی از آثار صوتی بر جای مانده از حسین پناهی به گونه بسیار عجیبی به ماجرای زمان مرگش پیوند خورد. در این خصوص مطالب بسیار زیادی نوشته شده، اما کمترین مطالب به همراه مستند بوده است. برای نمونه در یکی از مطالبی که به این موضوع پرداخته آمده، چه آسان از مرگ خود می نویسد حسین پناهی. دوستانش نمی دانند چه روزی مرده. زمان مرگ رو به واسطه شواهد و ظاهر جسد تخمین زدند. پزشکی قانونی برای روز 17 مرداد جواز دفن صادر کرد و 14 مرداد روزی است که میگویند حسین پناهی حدوداً در آن مرده است. فروغ در زمستان تبخیر شد و حسین در تابستان یخ کرد. انگار شاعر نادانسته مرگ خود را پیش بینی میکند. فروغ از ایمان به آغاز فصل سرد و نگاه کن چه برفی میبارد نوشت و حسین گفت: ما بدهکاریم. به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند معذرت میخواهم، چندم مرداد است و نگفتیم، چون که مرداد گور عشق گل خون رگ دل ما بوده است و کسی نمیداند حسین پناهی دقیقاً چندم مرداد مرده است. از این که تا این لحظه همراه ما بودید، لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید تا ما اونا رو تو ویدیوهای بعد ترتیب بهتر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.